خالد فالح وزیر نفت عربستان سعودی میگوید ایران اجازه خواهد داشت تا سطح حداکثری که معقول باشد نفت تولید کند. وزیران نفت اوپک تا ساعتی دیگر در الجزایر نشستی غیر رسمی برگزار میکنند تا درباره مهار افزایش تولید گفتگو کنند. همزمان در پی گفته های وزیر نفت عربستان هر بشکه نفت برنت با 50 سنت افزایش حدود 46 دلار و نیم به فروش رسید. امیر پایبر خبرنگار اقتصادی ما اینجا در استودیو با من هست. امیر، آیا این را به شکلی میشه گفت که تغییر موضع عربستان هست در مورد سطح تولید برای ایران؟ برداشت عمومی اینه، ببینید یادمون باشه که عربستان با این شروع کرد که گفت ما تولید خودمون رو افزایش رو متوقف نمی کنیم مگر اینکه ایران متوقف کنه. بعد به اینجا رسید گفت که اگر ایران در سطح فعلی تولیدش رو متوقف کنه ما حتی حاضریم کاهش بدیم، ولی الان داره میگه که تولید حداکثری برای ایران در واقع جایزه، یعنی اشکالی نداره. البته اون تبصره معقول رو هم گذاشته، معقول چه هست دیگه نمیدونیم دقیقاً. آیا اگر معقول این باشه که یعنی در سطحی که ظرفیت مثلا فعلی ایران هست، یعنی ظرفیت نه تولید، یه مقدار بین تولید و ظرفیت شاید فاصله باشه، خب میشه گفت که اون در واقع به این ترتیب داره عربستان چراغ سبزی نشون میده برای اینکه این توافق در مورد مهار افزایش تولید بالاخره امروز در حاشیه اجلاس الجزایر به وقوع بپیونده. احتمالاً برداشت ایران از این حرفا چه خواهد بود؟ چه واکنشی میتونیم انتظار داشته باشیم که ایران نشون بده؟ ایران اتفاقا وزیر نفت ایران آقای زنگنه همزمان با همین گفته ها گفته که ایران هم میخواد که تولیدش نزدیک 4 میلیون بشکه در روز باشه. ببینید این نزدیک 4 میلیون بشکه با اون حرف دیروز که 4 میلیون و 173 هزار بشکه باشه خب فرق داره. اینم باز معلوم نیست نزدیک 4 میلیون یعنی 4 میلیون خورده ای یا کمی کمتر از 4 میلیون. اگه کمی کمتر از 4 میلیون باشه جا برای این توافق حتی امروز وجود داره، به خاطر اینکه ایران فاصله خیلی زیادی با اون رقم نداره. اگر عربستان هم همونطور که آقای فالح گفته، فقط هم برای ایران نگفته، ایران، نیجریه و لیبی، سه تا کشوری که مشکل داشتن با فریز کردن، با توقف افزایش تولیدشون در مرحله، به این ترتیب شاید جا برای در واقع توافق باشه. اگرم نشه الان خیلی ها معتقدند که با این روندی که پیش میره چارچوب یک توافق ممکنه به دست بیاد و در نوامبر در اجلاس خود اوپک در وین شاید توافق حاصل شه. به هر حال ما تا ساعتی چند یکی دو ساعت دیگه متوجه خواهیم شد، چون به زودی میرن تو جلسه و بعد از اون باید منتظر در واقع خبر این توافق باشه. من میدونم که اولین جایی که خبرش میشه پیدا کرد از خود تو هست. ممنونم امیر پایور خبرنگار اقتصادی.